thing. You're dead. What are you, my babysitter? Knock off the horseshit. Let's talk about guns. What guns? The guns that you're selling us. We have the rest of the gold to pay for. I'm not in a gun trade. I sell diamonds. That isn't what we were peddling a month ago. You took Eagle's money. Who? He's fighting for the freedom of his people, and he wants guns. And you agreed to supply them. I sell diamonds, kid. You know, for engagements, weddings. Are you interested? I can make you a good deal on a diamond ring. Eagle wants those guns. Tell Eagle to go to the toy shop and buy them. Bang, bang. You're a dead man.
دانشکده افسری سه بار از دانشکده اخراج و با تعهد مجدد به دانشکده برگشت. تحصیل و اخیراً از مأموریت ویژه با موفقیت مراجعت کرده. خشن، عصبی، حساس، هنوز ازدواج نکرده و مجرده. جالبه. چند وقته به پاوه نرفتی؟ 12 سال قربان. 12 سال خیلی وقته. نمیخوای دیداری از زادگاهت بکنی؟ اگه فرصت باشه خیلی مایلم. سرغنازاد، یه هفته پیش در چهارکاوانه ضمن تحقیقات علمی دو نفر باستانشناس یک جعبه محتوی جواهرات بست، بلکه احتمال داره دسیسه‌های دیگری در پس این سرقت باشه. شاید هم اسرار دیگری درون جعبه نهفته باشه که میتونه اعتبار خاصی به عظمت ایران باستان اضافه کنه. این جعبه زمانی که توسط مأمورین به تهران منتقل می‌شده به وسیله چند سارق مسلح به سرقت می‌شده. برای سرقت‌هایی که شده این سرقت به دست باند خطرناکی انجام گرفته که سردسته‌شون مردیست به نام اوبا. نام و هویت اصلی اوبا هنوز برای ما روشن نشده. اوبا و افرادش عملیاتشون رو برای خروج جعبه از مرز به اطراف کرمانشاه گسترش داده. مسلماً اگه موفق بشن جریتر شده شاید به سرقت‌های مشابه دست بزنن. افراد عقاب فوق‌العاده خطر جنگنده هستن، به طوری که تمام مأمورین رو به وضع فجیعی سر بریده و کشتن. دو نفر از سارقین در محلی به نام پاوه با مأمورین برخورد و دستگیر میشن و حالا در پایگاه ژاندارمری پاوه محبوس. من سرباز وظیفه غلام سمایی از گورخانه یک گردان سه اجازه میخوام یه خواهش ازتون بکنم. برادر من در... آره خوب میشناسمش. الان کجاست؟ تو آشپزخونه ای پادگان قربان. آشپزخونه؟ یعنی میخوایی بگی؟ از من چی میخوای؟ شنیدم دارید میرید ماموریت، منم همراهی خودتون ببرید. چه کاری ازت ساخته است؟ من تو تیم فوتبال پادگان گوش راست بازی میکنم. از آدم کشی چطور؟ تا حالا کسی رو کشتی؟ برو وقتمون رو گیر. منتظرتون بودم، بالاخره موفق شدیم. گروهبان میباک معروف به خشنگی، کاری داشتی؟ بله قربان، طبق امریه فرمانده دیروز احضار شدن. اما من فهمیدم جاسوس گذاشته. بله قربان، منظورم اینه که نه قربان، شاکرتون خدمت گذارم. جانسرون آزاد از تو خوشش اومده. نه من خوششون میاد. گفتی که سربان آزاد نه. بگو تو بمیری. تو بمیری. خودت بمیری. دور مکی رو قلم بکش. بسی گفتم از تو خانه شوره بینه. چه تو این طرف رو پیدا شدم؟ توی یه معمولیت میخواست دارم با خواهش ببره. منو؟ بگو تو بمیری. این دفعه رو دیگه باید خودت بمیری. یالا به جان بینم. به چپ چپ. با من بیا این زندانی رو بعدم تعبیر کنم. یک سلاخونه که باید اینجا باشیم. دنبال چیزی میگردی سرباز؟ بله قربان، یه در خروجی که بتونم در برم. اجازه هست؟ خبردار باشم. اش قربان، این پرونده ای توست که برات میخونم. ببین درسته؟ سرباز وظیفه علیزاده معروف به فراری، 13 فقره دزدی از انبارهای ارتش، 7 فقره توهین به مافوق، 210 فقره فرار از زندانهای ارتش و 15 فقره کلاهبرداری به همراه. البته اگه جرمت مرتکب نشم، آخه من تو زندان بند نمیشم، شب که میشه فرار میکنم قربان. من میخوام تو رو ببرم ماموریت، تو به دردم میخوری. ماموریت؟ آخه من به چه درد ماموریت میخورم؟ به خود تو مرافق کن، برو برگرد از طرف. بشمار سرباز، یک دو.
ساکس بهم میگو قضا پختی نمک نداشت. گفتم اون نمک خودت بخور، بعد دعوا بود. جف سربا، جف سربا، قربونت برم، جف سربا، نوکرتم. قربون چاکرتونو به جا میارین. جرم در این لباسای بیغبره را از تن درار. خودتو مرتب کن، ساعت 6 برگرد اینجا. واسه چی قربون؟ تو باید همراه من بیاری. کجا قربون؟ به پاوه. یه ماموریت. وای تو قلبم. ای خدا باشید. چند دقیقه پیشم برادرت پیش من بود. از من میخواست اونو همراه خودم ببرمش ماموریت. چی گفتی قربون؟ برادر من؟ به نظر میرسه اون از تو خیلی شجاع‌تره. قربان اگه از بلومی ضرب نظر کنین اون وقت میام. پس ساعت 6 برگرد دفتر، مرخصی. چشم چشم چشم. پرونده بنده و فشنگی برای من رفتم سراغ علی، اما تو بازداشتگاه نبود. باز کجاست؟ فرار کرده. باید پیداش کنیم. حتما سروان آزاد اینجاست. کنه نه نه یکتان نمیده توی سروان آزاد. آخه سلام علیکم. بگو ببینم علی، فراری رو کجا میشه گیرش؟ والا من که نمیدونم. چطور نمیدونی؟ تو نزدیکترین دوستشی، درد دلاشو با تو میکنه. اصلا درد دلی نهره که بکنه. صحیح صحیح. بابا غلط کردم، اون هر شب میره کافه خروس کله. تو اینجا چیکار میکنی؟ دارنا با تو آشپزخونه باشیم نه که؟ با هم الان با تو زندون باشیم. خب خواهد که میدونی اوضاع چه فرمیه. به من میگن علی فراری. به منم میگن بچنگی. منم شرطی. یه نفر بیرون منتظره تو. بشکله؟ آره خیلی هم گرده کنفته. سربان آزاده. سربان آزاده. که دیگه دست از با خطا نکنه. حالا شدیم چارت. امشبو برید مرخصی، خوش باشید، اما فردا کار مشکلی در پیش داره.
قربان. واقعا کالی بود. خوب همه رو تارمار کردی. اما بدجوری غافلگیرتون کرده بودم. تو اینجا چیکار می‌کنی؟ مگه نگفته بودم سنت برای ماموریت کمه؟ چرا تعقیبمون کردی ها؟ قلومی. بشنگی موضوع بحث کن. اینجا چیکار می‌کنی؟ از سر خدمت فرار کردی. بری. علی، موضوع اون بالا باش. چش. مگه بهت نگفتم تو تجربه کافی برای این کار نداری ها؟ چرا قربان؟ اما اطاعت نکردم. مگه شما نگفتین که دنبال آدمای ناموسی می‌گردین؟ نه قربان. اگه اون بیاد دور من یکی رو قلم بکشی. نگران من نباش. به حرفش گوش ندین. من اگه مردم به حد کافی عمر کردم، اما اون جوونه، اون تنها یادگار مادرمه. میدونی که چه قواسم عزیزه. اون سرباز خوب و برزده ایه، امتحانش رو خوب پس داد. حالا شدیم پنج. متشکرم قربان، افتخار بزرگیه. باشه هلومی قربان، یه فکر خوبی کردم، یه نقشه عالی. ایزه بدیم منم تو آنگ فکر بیدیم. چه خبره؟ سلام قربان. پایگاه با دو تا زندانی در اختیار شماست. سرکار با چند نفر پلیس شما میمونن. ما ماموریت داریم بریم تهران. موفق باشید. شما هم همینطور. اونا رو ببرید زندان. من از زندان در کجا زندان؟ یادم اون بعد کجا خونکم واسه ما بیارن. آره داشتم. یا الله بریم پایین هوای زندان متاتون میشه. نمیشه داره تعدید کنیم. ما با هوای زندان عادت داریم. برای اون وسط بابا، این که اینجاست، از اینجا باشگاه، من اینجا جانه بگیرم. منزه یا باشگاه؟ آره، خیلی کنه خیلیه، برای واسه که انداختن اینجا، چرا خیلی؟ آره، در بیاریم بابا. آه، من گشنمه. آه، منم گشنمه به خدا. آقام کیه؟ مول میدی آزادم کنی؟ البته. اگه مردی بینید تو بینید؟ بله اینجور. ما هفت عدیدایی تو نمیترسیم، ما رو بی خودی اینجا نگرداشتیم. ما نقابو میشناسم اما بهت نمیگم. تو تنها کاری که میتونی بکنی اینه که ما رو بکشی. آره، اگه مجبور بشم همین کارم میکنم. منتظریم. بای ما رو نکش به دادم بره. اسمتون چیه؟ به اسممون چی کار داری؟ شما کی هستین؟ نتر، ما از رفقاییم. آره شنیدم، استواره گفت اینام از دسته عقابه. یعنی دسته ما؟ من که باور نمیکنم. انقدر توش نزن، ما همه از یه قماشیم. یه نشینی رد کنیم؟ جعبه یه فلز. از کجا معلومه شما از دسته عقابیم؟ شما نشونه بدین. این که کاری نره، ما میتونیم بگیم تو اون جعبه چیه، اما شما چطور؟ آره شما چطور؟ ما وقتی اونو تحویل گرفتیم تو یه چاپنونش کردیم، قفلش رو با نکردیم ببینیم توش چیه. مثل که حرفاشو درستتون یعنی میشه به شما اطمینون کرد؟ شما میدونین تو جعبه چی بود؟ علی میگه شما میدونین تو جعبه چی بود؟ تقریبا 1,000,000 طلای ناب. ناب 1,000,000 طلای ناب، ببینم چقدر میشه. خب معلومه بدبخت طلا نیده، یه عالمه پوله. من میخوام با سروان آزاد ملاقات کنم. سروان آزاد هر گونه ملاقات رو قلقن کردن. من از دوستان نزدیکشم، اگه اسمو بهش بگی مطمئنم قبول میکنه. اسمتون چیه؟ من اصلان. یه نفر به همراه چند نفر دم در پاسگاه میخواد شما رو ملاقات کنه. کلام جناب سروان ملاقات رو اکیدا ممنوع کردم، گوش نکردم. این یه نفر اسم نداره؟ چرا قربان، اسمش اصلانه. چی؟ برو بگو زود راش بدن بیا تو. چشم قربان.
خوشحالم تو رو میبینم اصلا بالاخره برگشتی همونطور که قول داده بودم ای روزگار عوض شدی تو خودتون خیلی عوض شد خیلی عوض شد چپم میخوابوندم ولی حالا مطمئن نیستم که میتونم نه تر تو هنوزم میتونی با دست چپت من بگیری اما دست راست من خیلی قوی تر از توه پس باید یه زور آزمایی دیگه با هم دیگه بکنیم موافقی؟ آره حتما خب تو از کجا فهمیدی که من اینجا هستم؟ ها؟ کلاغه برم خبر رو بردم میدونی اینجا هر اتفاقی که بیفته اولین کسی که بفهمه من تو باید بدونی که عقاب کیه من باید بدونم عقاب کیه؟ آره دروغ میگن اینجا همه درباره عقاب هست اما راستش نه کسی محل اونو میدونه و نه هویتش رو میدونه ببینو تو چطور؟ اونو میشکسی؟ ما اومدیم اینجا دیداری تازه کنیم یا اینکه بازجویی پس بدیم معذرت میخوام نمیباس از تو اینطور استقبال میکردم باشه مثل سابق باز به اخلاق هم عادت میکنم یادته چقدر زود رنج و حساس بیدیم آره تو هم که هوای منو داشتی چقدر سر به سرم میذاشتی من دوست داشتم تو رو اذیت کنم آره یه بارم توی چاه افتاده بودم تو اومدی منو نجات دادی من خودت با کله افتادی توی چاه چه روزی بود وقتی داشتن تو رو از چاه میکشیدم بیرون اول از همه گفتی اصلان این دوست جونجونی اصلان کجا اومد من از ته چاه داد دارم من اینجام نام کشیدم بالا دارم خفه میشم یادش بخیر چه روزگار خوبی بود بیبریم کنم در من نه من عجله دارم فقط تشنم اینجا کمی آب خنک پیدا میشه بدی بخوری آب خنک چی کار میکنی؟ بیا از این خونکتر اینجا پیدا نمیشه بخور خب دیگه به امید دیدار به سلامت به امید دیدار اصلا اون حالش چطوره؟ کی؟ ساهره رو میگه دست شما رو میبوسه الان 5 ساله که با هم عروسی کردیم او راستی یادم رفت اومدم ازت برای نهار فردا دعوت کنم زنده باشی تو هم همچنین خداحافظ دیگه بر نمیگردی تو بهترین دوستی هستی که تو پاوه دارم اوه شما اینجایی سلام سایری داشتم خدا بزی میکردم آره میدونم تو میری و ما رو تنه میذاری نه شما تنها نمیدونی من هر جا باشم جا رو فراموش نمیکنم من حرف تو باور نمیکنم اگه تو بری دیگه رفتی من قولی هیچی رو نمیدم منتظر نباش خدا فی سایری سایری وای تو ببین چی میکنم سایری Sorry! Sorry!
ساهره قربان با کی داریم حرف میزنیم؟ برارش با من خیالتون تخت باشه سهممون چجوری تختیم میشه خب معلومه من ما چهار تانه با هم متحد میشیم نرم آتون اون که قبای سفید پوشیده Story, Elder. They tell you where the treasure is? It's hidden somewhere in the village of the Lost Desert. Where exactly? They won't tell us the location. If we get them out of here, they're going to lead us right to it. You've done well, Elder. Does that mean I can expect a promotion when this is all over? I'd say I'd earned it. We'll see. But the first thing we have to worry about is making your escape look good. The guards will all be warned. And I don't want anything more serious to happen than a bruise. My guys aren't too happy about this, sir. What if something should go wrong? What then? You're talking out of line. Yes, sir. I'm sorry. So what are your orders? My orders are to let them escape. At ease. البته اینا حدسی بیش نیست. نیست. درست قربان. شاید این دوتا زندانی ما را اصلا دست انداخته باشن. آره. اینم درسته. ممکنه اینم یکی از کلک‌های قدیمیشون باشه. به هر صورت برای این که رب گم کرده باشیم. جدی زدی؟ ببرینش. کلا. قربان یکی طلب من باشم پر راب یا فینا هندون این بره ما در قفل نکنیم ما بالاخره اینجا در میریم فهمیدی؟ چی شده علی؟ ابا اینجا رو بسو من نگوان زندان کشتم اینجا رو بچه حسد تو بیداد میکنی کجاشا دیدی؟ بچه ها ما براحتی میتونیم امشب بزنیم به چاک وقتی طلا ها رو به چنگ بردیم من شما رو عمر ردتون میکنم میریم بیروت طلا رو اونجا آبش میکنیم من داییم اونجاست بهمون کمک میکنه میدونی با اون همه پول میشه چی کار کرد میشه رفت اروپا طلای خوش ترگل و برگل شرابای سرخ پتلای قشنگ خیلی چیزایی دیگه با آقاب چی میشه؟ آقاب اگه بفهمه بهش نارازدیم تا آخر دنیا میاد دنبالمون وقتی ما به طلا برسیم آقاب سرگرم جنگ با قوای سروان آزاده اما باید به حد کافی آب و آذوقه برداریم سه شب تو راییم فکرشو نکن وقتی به داب رسیدی من اونجا یه قلعه سراغ دارم که اسبای خوبی داره یه دختر خوشگلی هم داره از اونجا بارمون میبندی گفتی اون محل اسمشی بود؟ منظورم محل طلب داب دیگه نزدیک مرز درسته تو چه بزر خوبی هستی تو ناگستم هم این تو های سرکار بابا این داره میمیره آره به خدا نمیدونم چه مرگش بی در واکوم های یک کمی هوا بخوره در واکوم بکن کلکش کنده شا
بیام اگه تو اگه تو دارم بیام اقابم میان ساهره هستی؟ تام کوروشی. دیروز که چشمم بهت افتاد شناختم، اما تو در رفتی. چرا از دستم بر میکنی؟ چرا برگشتی؟ اومدی گذشته رو زنده کنی، مرده ها رو از خاک بیرون بکشی؟ نه، اومدم تو رو ببینم، اصلانو ببینم. چقدر قد کشیدی و خوشگل شدی. ببین چی میگم، موضوع مهمی من اینجا کشونده. من به کمک اصلان احتیاج دارم. امیدوارم سرتو تو این راه از دست ندی، چون شنیدم این آقاب خیلی خطرناکه. ترجیح میدم تو از ما دور باشی ولی زندگی کنی. مصحب بگیرم.
آفرین آفرین. ای کوروش به موقع اومدی، یه عروسی در پیشه، هر کی برنده بشه عروس بلونه، ظاهر ازش پذیرایی کن تا من بیام. این نفره تو باختی باری کلا به جا. اصلا خیلی عوض شده. تو هم عوض شدی، منم عوض شدم. زمانه همه چی رو عوض میکنه. خیلی کنایه بار حرف میزنه. تو دختر ساده ای بودی. چی شده؟ هیچی، فقط میترسم. از چی؟ نمیدونم. از وقتی که تو برگشتی یه نوع ترس و وحشت برام داشته. خیلی با هم گرم گرفتین. اون فقط اینطوری با من خصوصی صحبت میکنه، ولی اغلب ساکت. تره دست کم نگیر، دو تا مرد عریفه، تیرانداز خوبیه، سوارکار خوبی هم هست. بازم اون حرفای همیشگی. خب بهتره من شما رو تنهاتون بذارم. حالا که میری نهار زودتر ازتم. من میدونم تو به خاطر چی اینجا اومدی. کاری بود. اگه جای تو بودم دست از تعقیب و عقاب میکشید. حس نمی کنی من دیگه اون اصلان سابق نیستم؟ تا به حال عقابو دیدیش؟ اون یه سایه است، همیشه دیدش هم نمیشه. در هر صورت برای عقاب فرصتای دیگه هم هست. بهتره درباره خودمون صحبت. از دوستیمون هم مهمتره. اصلان کمی دیر شد. من دل واپسم. باید هر چی زودتر برگردم به پیدا. ناره خوردم دیگه؟ متاسفم نمیتونم زیاد معطل بشم. هر چی تو بخوای. باشه سر فرصت. شاید در فرصتای مناسب بازم دور هم جمع بشیم. از قول من از ساحر معذرت بخوا و خداحافظی با امید دیدار. خداحافظ. موفق باشی.
میتونه رفته باشه. معلوم میشه به ما کلک زدن. من از اولش گفتم باید کلک اون جلالا احدو بکنیم. بی خودت اینا کردیم. دیشب ساربونا خبر دادن چهار نفر بهشون حمله کردن و اسباشون رو دور کردن. چهار نفر؟ بله. پس سیر کاسه یه نیم کاسه ای است. اگه اونا فرار کردن پس رفتن سراغ تنها. اما کجا؟ طرف مرد. مصرف همه جوش میاره و بنزینمون هم کمه. یادم باشه دارم باسکا بگیریم. اینطور که من میبینم هیچ وقت این اسبان نمیتونن ما رو به دواب برسونن. اون چرو برو ببین این طرف ها پیدا میشه. اگه بتونی از اختشون برای نجات پیدا کردیم بیا بده منه. یک کپ کسی بود. بیا بازم خوبه؟ یعنی بارش لکه سرکا چی شده؟ ماشینتون جوش آورده؟ ازت کمک کنید. بله بگیرین آفر جوش آوردم. بگیرین آفر یاره بچه یاره بچه بی سوسا یه بارو اینجا چیکار میکنی؟ مگه نمیبینی جاده ها ناامنه؟ منتظر تو بودم. چطور؟ هیچ خطری متوجه من نیست. این تویی که در خطری. ساهر من عجله دارم. هرچه زودتر باید برم دو عقب عقاب. منم واسه همین اومدم که تو رو از رفتن اونجا منع کنم. شنیدم با افراد عقاب درگیری سختی داشته. خیلی ها کشته شدن. کوروش تا جونتو در این راه از دست ندادی اینجا رو ترک کن و برو. ازت خواهش میکنم. من الان از محلی میام که بهترین افرادمو با فجیع ترین وضع ممکنه از بین بردم. من باید عقابو دستگیر کنم.
پیاده رفت. مثل اینکه اونجا یه چیزی میبینم. یه چرخ میزنم و برمیگردم. پیاده تا دو آب چه قرار؟ تا غروب. وای. جون من یکی دیگه بزن تو گوشم، بزن یکی دیگه هم خوشم میاد، بازم بزن. بلم کن آتا سوا نمیتونه فرار کنی، خوشگله. You miserable son of a bitch. I ought to blow your friggin' head off. Let's get out of here. Come on. لفتش بدین و قاب سر برسه و همه اونو تیکه بکنه. یالا دیگه تا غروب با سوا بریم. بادا بیسا به تو میرسم. بدون تو نمیرم، میبرم ات بذار اونا فرار کنم. تنها شو
میگم که به نظر تو دو تا بعد از سه تا نی؟ هرچی تو بگیری فیل. Thank you.
دنبال ما میگشتی آره؟ تا بال خیلی باید با خون سردی رفتار کردم برای باید تو باختی من مأمور نیروی مخصوصم تو رو برمیگردونم همون چشه داره دوردن تو همون سیاچال انقدر میمونی که رنگ آفتاب یادت بره دیگر در رابیو ندیدمش نمیدونستم تو زندون واسه خودت شریک پیدا کردی این از افراد سوال آزاده میخواست به ما کلک بزنه جواهرات از چنگمون دراره اما من نذاشتم دروغ نمیگم خدا خودش میدونه آش اون جواهرات اونجاست جواهرات اونجاست آقا جواهرات اونجاست ببین بهت خیانت نکردم خیال نکن من جواهراتو برای خودم برمیداشتم آقا به خدا راست میگم حرفامو باور کن ببین آقا اینا دوتا بودن از افراد سربان آزاد تکشین رو تو را کشتم این یکی رو میخواستم اینکه دیگه کسی جز من و تو نمونده بیا بیرون
Thank you.